اجتماعی که خیلی بحث قویه و خیلی هم در واقع دوست دارن که یاد بگیرن و خیلی داره استفاده میشه و به نظرم که یکی از بهترین و خطرناکترین مباحثه. یعنی واقعا بحث مفصلیه، ما راجبش صحبت میکنیم، انواع اقسام تکنیک های حملات در واقع مهندسی اجتماعی رو میگیم، به صورت کامل سعی میکنیم بررسیش کنیم توی این دوره. بعد از اون بحث دی او اس رو میگیم، چجوری بیایم به یک سایت دی او اس بزنیم، سایت رو در واقع از کار بندازیم. بعد از اون بحث سشن هایجکینگ که حالا بحث دزدیدن سشن هاست، که چجوری ما بیایم سشن رو بدوزیم و خودمون رو به جای کاربر در واقع مورد اعتبار و مورد اعتماد معرفی کنیم و وارد بشیم، وارد مثلا سایت مثلا کافه تدریس بشیم. من میام سشن شما رو میدوزم، میرم به یعنی میرم تو سایت کافه تدریس و به وب سرور کافه تدریس میگم آقا من آقای فلانی هستم با یوزر پس مثلا فلان. خب یعنی من میام این کارو دقیقا میکنم. خب از طریق اون اعتمادی که بین وب سرور و کلاینت وجود داره یا همون سیستم کاربر استفاده میکنم و خودم اون جای شما جا میزنم. بحث بعدی هک کردن وب سرور ها هست، حالا توضیحاتی رو راجبش میدیم البته نه خیلی زیاد. بحث هک وب اپلیکیشن ها هست، اپلیکیشن های تحت وب. بحث بعدی اون بحث اسکیول انجکشنه که یاد میدیم چجوری در واقع با این باگ کار کنید. روش دستیشو البته ما نمیتونیم توضیح بدیم چون زیاده، روش اتوماتیکیشون میگیم که چجوری سایت هایی که آسیب پذیری اسکیول انجکشن رو دارن بتونید به دیتابیسشون در واقع دسترسی بگیرید و بعد از اون حالا وارد پنل مدیریتشون بشید. بحث بعدی وایلس هک در واقع شبکه وایلس که ما بهتون یاد بدیم چجوری در واقع پروتکل های یعنی مورد استفاده شبکه وایلس رو بشکنید. البته فقط ما وپ رو میگیم، وپا و وپاتو یه خورده خب توضیحات مفصل تری داره، ما نمیتونیم توی سی اچ بگیم چون بحثمون مقدماتیه، ولی خب شکستن وپ رو بهتون میگم حتما. بحث بعدی موبایل پلتفرمه که من بهتون یاد بدم چجوری از طریق یک فایل به یک گوشی اندرویدی دسترسی بگیرید. بحث آی او اس اینجا نمی گنجه چون بحثش باز مفصله. حالا جیل بریک و گوشی هایی که جیل بریک شدن یه مبحثیه، اونایی که نشدن یه مبحث دیگه. بحث بعدی آشنایی و دور زدن فایروال ها و سیستم های امنیتی شبکه هست که ما چجوری بیایم در واقع اینا رو دور بزنیم. بحث بعدی کلود کامپیوتینگ، بحث رایانش ابری که خب بیشتر توضیحه تا اینکه بخوایم کار خاصی بکنیم. بعد از اون یه دونه پروژه در واقع پنتست رو انجام میدیم با هم دیگه، البته نه به صورت خیلی در واقع مفصل، ولی خب سعی میکنیم متدهایی که گفتیم رو در قالب یه پروژه اجرا کنیم. و بعد از اون بحث کریپتوگرافی یا رمزنگاری هست که در واقع راجعش توضیح میدیم و مباحثش خدمتتون میگیم. و اگه بخواید توی این دوره ثبت نام کنید میتونید از طریق این لینک اقدام کنید، یه لینک کوتاه، حالا میتونید یادداشتش کنید، از طریق این لینک میتونید ثبت نام کنید و تاریخ شروع دوره هم ببینید توی سایت کافه تدریس که این دوره کی شروع میشه. ما تمامی متدهایی که میگیم کاملا به روزه و خیالتون راحت بشه که چیزی از قلم نمیفته و ما اکثر در واقع مباحث رو ساپورت میکنیم و مطمئن باشید که بیشتر از یه دوره CEH شما یاد میگیرید، اینو مطمئن باشید. فروشگاه خب باید خریداری کنید. این دوره در واقع آموزشی اکل قانونمندی هم که در واقع من خدمتون گفتم هزینهش فکر کنم 295 اگه اشتباه نکنم و شما میتونید در واقع ثبت نام کنید که دورش هم به صورت آنلاین برگزار میشه، ولی خب ویدیوهاشو به صورت ضبط شده دوستان خدمتتون ارائه میدن. اگر حالا دوستی نتونه شرکت کنه سر موقع میتونن در واقع ویدیوهاشو ببینه. خیر، شما هیچ پیش نیازی نیاز ندارید، فقط در حد کار کردن با ویندوز، بیشتر از اونم نیازی ندارید. من راجع به این موضوع صحبت کردم خدمتتون، شما در واقع وارد دارک نت میشید، حالا اون شبکه میشید و به چیزهای مختلفی در واقع دسترسی دارید.